خب ما با نحوه مقداردهی وریبل ها یا متغیرها و تعریف اونها آشنا شدیم. شما در کار کردن با متغیرها میتونید از عملگرهای اصلی مثل جمع، ضرب، تقسیم و منها استفاده بکنید و از اونها خروجی بگیرید. حالا من میخوام بهتون یه نمونه کد رو نشون بدم. من در این قسمت مقدار A رو 5 تعریف میکنم. یه متغیر دیگه تعریف میکنم به اسم B و مقدار اون رو 2 قرار میدم و یه متغیر دیگر رو به عنوان C در نظر میگیرم که میخوایم به عنوان مثال حاصل جمع 2 و 5 رو به ما نشون بده. متغیر C رو تعریف کردم و حالا در این قسمت مینویسم $A به اضافه $B. حالا من اکو میکنم sum of $A به اضافه $B is و C رو چاپ میکنم چون ما حاصل جمع اونها رو در متغیری به اسم C تعریف کردیم. حالا من این رو سیو میکنم و اجرا میگیرم. نوشته حاصل جمع اونها میشه 7، یعنی 2 به اضافه 5 میشه 7. خب دیدید که میتونیم از این متغیرها به این صورت هم استفاده بکنیم. مثلا من علامت منها رو اینجا قرار میدم تا یک نمونه کد دیگر رو بتونید ببینید. از این قسمت اجرا میگیرم و متغیر من مقدار 3 رو به خودش اختصاص میده. از 5 دو تا کم کردیم و مقدار 3 رو در متغیر C برای ما قرار داد. شما در زمان کار کردن با متغیرها میتونید از انواع مختلف اونها یا همون دیتا تایپ های مختلف استفاده بکنید که مقادیر مختلفی رو میتونید به اونها بدید. چند تا از اونها رو اگه بخوام بهتون بگم و با اونها آشنایی پیدا بکنید، مقدار اینتیجر هستش که مقدار اینتیجر 2 بایتیه و برای نشون دادن اعداد صحیح از اون استفاده میشه. میتونید از نحوه نامگذاری با اسم فلوت استفاده بکنید که قبلا دابل بود و به فلوت تبدیل شد و الان از دوتایی استفاده میشه به معنی اعداد اعشاری، که ما اگر بخوایم از اعداد اعشاری استفاده بکنیم باید مقدار اون رو برابر مقدار فلوت قرار بدیم. یا از استرینگ ها یا رشته ها میتونیم استفاده بکنیم که متغیرهامون مقدارشون حروف یا کلماتی باشن. میتونیم از بولین ها استفاده بکنیم که مقادیر اونها ترو یا فالس هستن، یا میتونیم از آرایه ها یا اری استفاده بکنیم که خیلی بحث مهمیه و در جلسات آینده حتما در موردش صحبت میکنیم و باید به خوبی اری یا همون آرایه ها رو یاد بگیریم. دو تا مقدار دیگه هم وجود داره که زیاد مهم نیستن، خیلی حالتهای خاصی برای اونها هستش. یکی نال هستش که به معنای خالی، یعنی هیچی رو برای ما چاپ نمی کنه. و مقدار آبجکت، آبجکت یعنی همون شی که از اون باید استفاده بکنیم، که حالا من بهتون نشون میدم اینا چجوری کار میکنن و قطع کدهای کوچیکی مثل همین کدی رو که دیدین براتون میمیسم تا خروجی اونها رو خودتون ببینید. حالا من به عنوان مثال میخوام یه دونه برنامه بنویسم که بهتون نشون بدم چجوری میتونیم نوع یک متغیر رو تشخیص بدیم. من اینجا مقدار A رو 5 قرار دادم و یک عدد صحیح همون اینتیجر هستش. تابعی توی PHP برای ما هستش که میتونیم نوع رو از روی اون تشخیص بدیم. من مقدار A رو با اینتیجر تعریف کردم. حالا اینجا میمیسم echo get type. در این قسمت میبینید که برای من آوردتش. get type رو انتخاب میکنم و میبینید که خودش به صورت پیش‌فرض A رو انتخاب کرده. حالا من این برنامه رو اجرا میگیرم تا خروجی اون رو مشاهده کنید. مقدار اینتیجر رو برای من چاپ کرد که ما دقیقاً مقدار A رو یه مقدار اینتیجر در نظر گرفتیم. حالا اگر من این رو به 3.14 تغییر بدم و دوباره برنامه‌ام رو اجرا بکنم، میبینید که باید مقدار فلوت یا دابل رو به من نشون بده، که ببینید اینجا برای من میمیسه دابل، که با تابع get type میتونید شما نوع متغیر خودتون رو متوجه بشید یا برای قسمت هایی از این استفاده بکنید برای نشون دادن مقدار متغیرتون که از چه نوعی هستش. حالا ما تو درس بعد میخوایم با دو تا از این توابع دیگه آشنا بشیم تا ببینیم چجوری میتونیم از اونها استفاده بکنیم.